محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستن آقای ماشینچیان این سیاست های بانک مرکزی در راستای ادامه ارز چند نرخی رو چطور ارزیابی میکنین شما درود بر شما خبرهای امروز رو باید بگذاریم کنار صحبت‌های هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی تا موضوع روشن بشه. آقای فرزین با اعتماد به نفس بارها تکرار کرده است که برای تأمین همه نیازهای کشور ارز کافی در اختیار داره و هیچ کمبودی در کار نیست از نظر قانونی هم دولت میتونه برای واردات هر چیزی که سلاح میبینه ارز اختصاص بده که این زمینه رو برای گسترش بیشتر فساد در وزارتخانه ها فراهم میکنه منتها موقع تامین ارز صد جور سامانه و تالا رو پیچ و خم ایجاد کردن به ویژه برای کالاهای اساسی حتی وقتی که کالای مشمول اختصاص ارز قرار میگیره فقط بخشی از ارز مورد نیاز توسط دولت تامین میشه و باقی ماندهش از بازار آزاد تامین بشه نتیجه دقیقا اون حکایتی که طرف هم جریمه رو پرداخت کرد هم فلک شد و هم پیاز رو خورد نتیجه یک تیم اقتصادی ناشی و ناکارآمد این است که دولت ارز ترجیحی پرداخت میکنه یا بخشیش رو پرداخت میکنه و به کسری بودجه دامن میزنه وارد کننده بخشی از ارز مورد نیاز رو باید از بازار آزاد تعمین کنه و مصرف کننده در نهایت به ازای جمعی مقادیر باید کالا رو به نرخ بازار آزاد خریداری کنه ای ماشین خب ما بعد از هزار ارز ترجیح در ابتدای دولت رئیسی شاید یه شوک تورمی در بخش مواد غذایی بودی فهم کنین این افزایش نرخ دلار برای واردات کالای اساسی چه تأثیری بر قیمت این اقلام داشته باشه ببینید تردیدی وجود نداره که افزایش نرخ دلار برای تأمین و واردات کالاهای اساسی باعث افزایش قیمت مصرف کننده این کالاها خواهد شد اما این سیاست داره خیلی بد موقع به اجرا در میاد و این به ضرر مصرف کننده ایرانی تمام خواهد شد در حال حاضر مقدار زیادی از کالاهای اساسی با ارز دولتی به نرخ سابق تأمین و وارد کشور شده حالا یا در حال ترخیص یا ترخیص و انبار شده یا اصلا بین تولید کنندگان توزیع شده منتها به مجرد اینکه خبر امروز منتشر میشه بنکدارها این کالاها رو با نرخ جدید محاسبه و فاکتور خواهند کرد و تولید کنندگان هم قیمت مصرف کنندشون رو بر اساس نرخ جدید تعیین میکنند دولت میتونست این سیاست رو چند ماه دیگه اجرا کنه و بدون اینکه هیچ هزینه اضافه ای به پردازه مردم ایران میتونستند به عنوان نمونه شکری رو که با نرخ 28500 وارد شده کیلوی 28500 بخرن اما الان نرخ رسمی همون شکر شده 49500 چرا علتش این که افزایش قیمت الان در همین بازه پنجاه روزه اتفاق میفته و رئیس جمهور بعدی دیگه لازم نیست قیمت ها رو بالا ببره بنابراین یه لطفیه که نظام داره به رئیس جمهور بعدی میکنه از جیب مردم ایران بنابراین یک بار دیگه میلیاردها دلار از جیب مردم ایران ارز مفت دولتی توضیح شده اما هیچ تاثیری روی قیمت مصرف کننده نداشته و برعکس گرون هم شده خیلی ممنونم با من امروز محمد ارشد حکمرانی در دانشگاه پدسبورگ as a Pennsylvania.